گفتار 119 بزرگی موی دماغ حاجی بابا شده و ایلچی را میرنجاند. بقیه روز را در فکر معشوقه بودم و برای جلب خاطر او اشعار عاشقانه می نوشتم. من گمان کردم او نیز به چنین کاری که من مشغولم اشتغال دارد. روز بعد او مرا به حضور طلبید. چون به اتاقش رفتم دیدم فرنگیوار قدم میزند و یکی از آن اوراق روزانه را در دست گرفته به کمک معلم میخواند. همین که مرا حاضر دید با اوقات تلخ گفت: تو را به خدا غیر از ما در این شهر ایرانی هست؟ در جواب گفتم: ای میرزا، من چه میدانم، شاید هم باشد. پس به کاغذ اشاره نمود، گفت: پس این کیست؟ سگی که خود را شاهزاده حاجی بابا می نامد کیست؟ خودت بخوان تا بفهمی در این کاغذ چه مزخرفی نوشتند. من به کاغذ نگریستم. شستم خبردار شد که چیزی راجع به من نوشتند. پس به کمک معلم انگلیسی تمام قضایایی را که در خانه گرازان به سرم آمده بود در آنجا نوشته دیدم. هر جا نامی از من برده بودند به سادگی نبود، بلکه نوشته بود حضرت عجل آقای شاهزاده حاجی بابا. سایر مهمانان را نیز نام برده بودند. پس آنچه را که در آن کاغذ بود در یادداشت خود ضبط نمودم تا مردم بدانند که انگلیسیان چه ملتی هستند. پدر سوخته ها یک مهمانی نمی دهند که به عالم و عالمیان نگویند. عرب ها کجا مهمان نوازی هایشان با این چیزها همراه است؟ اعراب تنها گوسفند خود را برای مهمان کشته و خود نان جو می خورند و حتی اقوام خود را هم از این کار خبر نمی دهند. اما اینها اگر کسی را مهمان نمایند، کوس رسواییش را در کوی و برزن خواهند کوبید. در روزنامه چنین نوشته بود: مهمان خانم گراز و آقای گراز در پورتلند. اشخاص فوق دیروز ناهاری به افتخار شاهزاده ایرانی میرزا حاجی بابا دادند. میز نهار با زینت‌هایی که شایسته دو مملکت انگلیس و ایران است آراسته شده بود. شیر انگلیس و خورشید ایران با کمال صدق و صفا دست‌ها را گرفته می‌فشردند. شمردن غذاها بیجاست. همینقدر کافی است که بگویم آنچه را لازمه این فصل است بر آن میز بود. حضرت اشرف شاهزاده حاجی میرزا بابا از بهترین مارچوبه ها پس از صرف غذا تناول فرمودند. این مارچوبه محصول زحمات آقایان باقلا و نخود است که در بند استریت مغازه دارند. قیمت هر چند تا از آنها 21 شلینگ است. اشخاصی که برای شرفیابی به حضور حضرت اشرف آنجا بودند آقای لورد سفتلی و سر هنری، خانم کوری، فیلسوف معروف چینی موسوم به هوهو و بسیاری دیگر از اشخاص که ذکر نام آنها لازم نیست. همین که از قرائت این جملات فارغ شدم، ایلچی به من رو نموده گفت: حالا اقرار داری که مقصود از شاهزاده تویی که با گرازان دوستی پیدا کرده و بی خبر غیبت می زند؟ من: آقای ایلچی، تقصیر بنده چیست؟ خودشان مرا شاهزاده نام گذاردند. اگر این تخم خرها هرچه میلشان باشد بنویسند، باید اهمیتی داد. مثلا اگر مرا میکائیل مینامند، من بایستی سرزنش بشوم. ایلچی بیشتر غضبناک شده گفت: برو، برو گم شو، خفه شو، پدر سوخته. کسی که دوست کافر برای خود درست کند و خود را شاهزاده قلمداد نماید و حیوان حرامی را با آنها بخورد، باید جلوی دهانه توپ گذاشته شود.
آخر مرده که من برای خود کسی هستم، نمیتوانم ریش را برای دلاک زاده اصفهانی گرو بگذارم تا بتواند تشخص بفروشد. من: والله بالله میرزا، من هیچ تقصیری ندارم. اگر نهار خوردن تقصیر است من قبول دارم. اگر دلاک زاده ام چرا باید جلوی دهانه توپم گذارند؟ چرا اینقدر کم لطف شده اید؟ سخنان ما کم کم بلند شد تا اینکه دو سه نفر از نوکران داخل آمده به خدمت ایلچی ایستادند تا چه فرماید. معلم انگلیسی چون موقع را باریک دید فرار کرد. ایلچی سعید و تقی را مخاطب ساخته گفت: ماشاءالله این هم شاهزاده است، تعظیم کنید، در پیش او ما از کمترها کمتریم. غضبناک شده گفتم: اینها چه فرمایش است؟ چرا اینقدر بی التفاتی؟ تقصیر متوجه شماست که اکثر اوقات خود را با کفار می گذرانی و ما را تنها می گذاری. اگر تنهایی به من فشار نمی آورد هرگز به خانه گرازها پناه نمی بردم. صورت ایلچی از غضب برافروخته شد، پس گفت: به به، زبانت هم ماشاءالله دراز است. ای نامرد، مگر یادت رفته من کیم؟ آن پیر مرد پدر سوخته دیگر زنده نیست. دیگر اطمینانت به چیست؟ در انگلستان ممکن است شاهزاده بشوی، اما وقتی پایت به ایران رسید از سگ دلاک کمتر خواهی شد. پس با دست اشاره به خروجم نموده گفت: برو دیگر صورت نحست را نبینم، برو پی کارت. گفتم: من هم از خدا می خواهم که تو را نبینم، و پا را از اتاق بیرون گذاشتم. ایلچی دیگر دیگ غضبش به جوش آمده گفت: باز هم که حرف می زنی، بگیریدش، بگیریدش. سعید، تقی، این پدر سگ را بگیرید، چند ته کفش به دهنش بزنید. باز هم حرف می زنی پدر سگ؟ پس ایلچی کفش در دست به سوی من حمله نمود و سه چهار بار با شدتی هرچه تمامتر به دهانم کوبید. سعید و تقی دستهایم را محکم گرفته بودند. من با یک حرکت ناگهانی خود را رها نموده به سوی درب دویدم و آنها به تعقیب من پرداختند، اما هنوز به من نرسیده بودند که از خانه بیرون جستم. پس با خود اندیشیدم که خدایا کجا روم و به که روی آورم؟ اینجا نه بستی هست که بنشینم و نه چون تهران حمامی هست که مدتی مخفی گردم. غیر از گرازان هم کسی را نمی شناسم، اما اگر بفهمند من دیگر شاهزاده نیستم و همچون یک نفر یاغی از پیش ایلچی بیرون آمده ام، آیا مرا به خانه راه خواهند داد؟ ساعتها در کوچه ها گشته و به فکر بخت بد خیش بودم. اندیشه نمودم که به ایران برگردم، اما امید وصل آن ماه روی مرا از این فکر باز داشت، زیرا اگر به وصل او نائل می شدم هم زنی زیبا داشتم و هم ثروت هنگفتی که بتوانم تا آخر عمر در اینجا زندگانی نمایم. آری، بسی را دوست داشتم و دست برداشتن از او را بسی مشکل می دیدم. همینطور که در فکر بودم وارد کوچه ای شدم و دیدم گروهی از سپاهیان با توپهای بزرگ از آن عبور می کنند. به دنبال آنها گروهی از اراذل اوباش انگلیس با لباس پاره و کثیف راه رفته و گاه گاهی سنگی به سر و صورت سربازان پرتاب می کردند. برخی از آنها آثار وحشت در چهره داشتند و پاره دیگر به آرامی راه می پیمودند. از یکی از دکانداران که محض تماشا بیرون آمده و دم دکانش ایستاده بود علت این جار و جنجال را پرسیدم. در جواب گفت: گمان می کنم می خواهند کسی را دستگیر نمایند. من: یک نفر را می خواهند بگیرند؟ اگر اینقدر سپاهی برای گرفتن یک نفر لازم دارید، برای گرفتن یک شهر چقدر سپاهی لازم است؟
به قدری در اندیشه فرو رفتم که قضیه صبح را فراموش کرده به خانه برگشتم و تصمیم گرفتم که هرچه زودتر قضیه را به سمع ایلچی برسانم. فرمانهای جدیدی که از شاه آمده و من آنها را خوانده بودم ما را مأمور نموده بود که بیشتر در روحیات این ملت دقیق شویم و طرز حکومت و سلطنت آنها را نیکو بدانیم و اطلاع دهیم. حال خلاف مردانگی و انصاف می دیدم که چون این قضیه ای را دیده به ایلچی خبر ندهم. شاید چون جان نساری را دید از سر تقصیراتم هم بگذرد. اگر مقدر است که هنوز کف کفش بخورم من باید این خبر را به ایلچی دهم تا اگر آن یاغی فائق آمد ما را تلف ننماید. پس گفتن این قضیه چنان که حکما گفتند علاج واقعه قبل از وقوع دانستم. همین که به خانه رسیدم دیدم ایلچی آنجا نیست، اما هموطنان دورم را گرفته و مطابق معمول صحبت می داشتند. گویی آن لنگه های کفش را من نخوردم. اما نباید از انصاف گذشت که محمد بیک در این روزها به درد می خورد، زیرا مرا تسلا می داد و به تفویض و توکل دعوتم می نمود. می گفت جز شان خم کردن در زیر بار قضا و قدر هیچ چاره ای نیست. هر وقت چون این قضیهی برایش رخ می داد می گفت خدایا خودت وسیله ای ساز که هرچه زودتر از دست این کفار رهایی یابیم. چون گفتم خانی یاغی شده و عده‌ای سپاهی برای دستگیری او فرستاده اند، یک بار رنگش پرید و گفت حاجی بابا نکند ما در این بینها جان به سلامت در نبریم و وطن عزیز را بار دیگر نبینیم. حقیقتا مردن در میان کفار مصیبت است. به طور قطع سه استغفار در یک نفس گفت. می گفت می ترسم همه این مصیبت هایی که سرمان می آید به واسطه نحسی آن ساعتی است که از ازمیر حرکت کردیم. اگر حرف مرا می پذیرفتید و یک هفته دیگر می ماندید کار به اینجاها نمی رسید. بالاخره به آن چه می ترسم رسیدیم. تمام مصیبت ها از دست آن مهماندار پدر سوخته به سر ما می آید که حرف مرا نپذیرفت و به اجبار ما را به کشتی برد. حالا بیا به حال زارمان بنگر. یک مشت ایرانی مسلمان و بیار و یاور، هزاران فرسنگ از وطن دور، گرفتار یک مشت کافر یاغی شود. ترکمنها که مسلمانند چه بلاها سر اسرا می آورند. خدا داند که کفار چه می کنند. بالاخره یا کشته می شویم یا چون برده ما را می فروشند. ای حاجی بابا چه بکنیم؟ من تا توانستم در تسلای او کوشیدم که رفیق اینقدر فکر بد به خود راه مده، شاید شاه انگلیس این یاغی را قلع و قمع نمود. اگر او را گرفت و سرش را برید و زن و بچهش را چنان که در مملکت ما مرسوم است فروخت، یک بار این قائله خواهد خوابید. همین که این آشوب فرو نشست ما هم راحت می شویم. محمد بیک آه عمیقی کشیده گفت انشاءالله انشاءالله. گفتار 120 آشتی ایلچی و حاجی بابا. همین که ایلچی وارد شد محمد بیک خدمت او رفته آنچه را که از من شنیده بود برای او گفت. در آخر کلام گفته بود که فلانی منتظر اجازه است برای اظهار برخی مطالب سری به خدمت برسد. میرزا مثل اینکه تمام قضایای بامداد را فراموش کرده بود، زیرا مردن میرزا شفیع به قدری او را خرسند نموده بود که وقت راه دادن اندیشه دیگر را به خود نداشت. میرزا شفیع که رقیب و دشمن خونی او بود مرده بود، حق داشت خوشحال شود. پس با کمال خرسندی مرا به خدمت طلبیده گفت حاجی چه شده است؟ من اگر اجازه بدهید عرض کنم که امروز کارهای بزرگی برای حضرت اشرف انجام دادم،
ضمن گردش در میان یکی از کوچه ها دیدم گروهی از سپاهیان با توپ های بیشمار در حرکت هم. چون سبب را پرسیدم معلوم شد مردم یاغی شده اند و انقلابی سر تا سر شهر را فرا گرفته است. پس ما باید بر خدا توکل نموده چشم را بیشتر در کار خود بگشاییم تا در این دامهای بلا گرفتار نیاییم. ایلچی انگشت را به لب گزیده گفت همین؟ ای بارکلا، ای شاهزاده، خوب کاری کردی که مرا آگاه ساختی. تو مرد با کله‌ای هستی و هر چیز را با دیده تحقیق می‌نگری، اما تو ترازوی خودمان را میزان بخش فرنگیان قرار داده ای؟ مگر نمی دانی که کلاه فرنگیان به سر ما نمی رود؟ محمد بیگ به جانبداری من برخواسته گفت ما از کجا می دانیم؟ یاغی در هر مملکت یاغی است. کفار هم که معلوم است از بریدن هیچ سری مضایقه ندارد. ایلچی: برو راحت باش، هر خاکی به سر انگلیسیان بریزند به ما کاری ندارند. من پیش از شما اطلاع داشتم و چون با مهماندار مذاکره نمودم معلوم شد که این انقلابات برای مملکت مفیدند نه مضر، و علاوه خونریزی در میان آنها نخواهد شد. من: شاید انقلابات همه ممالک این طور باشد، اما کارهایی را که آقا محمد خان به سر مردم آورد ثابت می کند که مملکت این حسابها در کارش نیست. مگر مردم تحمل از کفشان نرفت و او را نکشتند؟ ما هم اینجا برای معاهده بستن آمده ایم. اگر شاه انگلیس کشته شود از کجا که به حال ما مفید باشد؟ ممکن است مثل کشته شدن آقا محمد کشته شدن او برای انگلیسیان مفید باشد، اما به ما چه؟ بنده کمترین که نوکر شما هستم عرض می کنم که باید بیشتر تحقیق نمود تا مبادا یک وقت به ایران برگردیم و شاه ریشمان را ببرد. مخصوصا خوب است از مهماندار پرسید سلطنت این شاه قطعی است یا تختش متزلزل است. ایلچی: بد نمیگویی؟ مهماندار کجاست؟ بگویید اینجا بیایند تا سوالاتی از او بنمایم. هر چه میگوید بنویس که با همین مکتوب به خاک پای شاهنشاه فرستیم تا اینکه خود شاه هر چه امر صادر نماید عمل کنیم. حاجی: میرزا، درد یکی دوتا نیست. علاوه بر داشتن یاغی، شنیدم این دولت خیلی مغروز است که قادر به ادای آنها نیست. طلبکاران هم فشار آورده پول می‌خواهند. شاه آنها هم یک شاهی ندارد. در هر صورت این سلطنت از بین خواهد رفت و طلبکاران زمام امور به دست خواهند گرفت. ایلچی: حاجی چه می‌گویی؟ راست می‌گویی؟ این خبرها را از کجا آورده ای؟ من که در حکومت این مملکت حیرانم. آخر یک مملکت چطور ممکن است مغروز باشد؟ شاهی که میتواند جان و مال رعایا را بگیرد دیگر قرض برای او چه معنایی دارد؟ تو را به خدا برو ببین موضوع چیست. ایلچی گویی امروز صبح را ندیده است، زیرا تمام این سخنان را در یک نفس گفته دوستانه از من جواب میخواست. در این موقع مهماندار رسید و ایلچی یک خروار سوال در پیش او ریخته. میرزا مثل غریقی می نمود که اکنون از آب نجات یافته نفس سریع می کشد. میرزا فیروز: صاحب من، تو را به مرگ مادرت قسم چند سوال مرا جواب گوی. این چیزهایی که شنیدم یعنی چه؟ آیا ستاره ادبار مملکت شما طالع گشته و کوکب سربلندی شما غروب کرده است؟ خانهای شما یاغی شدند، رعایای شما هم دیوانه شدند، شهر شما را هم که سربازان با توپ فتح کردند. این که می گفتید یک نفر یاغی بیشتر نیست دروغ گفته اید، زیرا آخر چطور یک نفر یاغی اینقدر سپاهی لازم دارد؟ مگر شما نمی دانید
سر را به کدام بالین گذارد؟ مگر عقل وزرای شما گرد شده است؟ چرا اینقدر مغروز شده اید؟ تو را به خدا هرچه میدانی بگو، زیرا اگر از خبر دادن این مطلب به شاه غافل نشینم سرم را باختم. مهماندار عوض این که شرمسار گردد خندید. تا مدتی همینطور میخندید. پس از خندیدن بسیار گفت: آری، وارد شدن سپاهی به شهر دلیل یک هیجانی است که سببش یک نفر بوده است. اما این یاغی مثل یاغیان مملکت شما نیست که به ضدیت شاه برخیزد. خیالت راحت باشد، هیچ نخواهد کرد. ایلچی سخنان او را قطع نموده گفت: شاید راست میگویی، اما موضوع قروز را چه جواب میگویی؟ بگو ببینم، اگر شاه اینقدر مغروز است چطور میتواند به عهود خود که با ایران دارد وفا نماید؟ مهماندار: قرض یعنی چه؟ ایلچی: حالا معنی قرض را برای آقا بگو. بلی آقا، قرض. خوب میدانی که شاه شما به کسی مغروز است. مهماندار: بر منکرش لعنت، من تصدیق میکنم که قرض کمرشکنی داریم. میرزا از روی شادی گفت: ها، فهمیدی ما عروسک نیستیم که بازیچه دست تو بشویم؟ اگرچه ما ایرانی هستیم و آن طرف کوهستان ها زیست می نماییم، اما عالم روی انگشتان ما می گردد. سیاست بین الدول را خوب می دانیم. حالا فهمیدی که ما ایرانیان بی فکر نیستیم؟ شما نمی توانید مثل خر ما را مهار کنید. مهماندار: فرمایش سرکار را تصدیق می کنم، اما عقل و دانش شما چه ربطی به قرض ما دارد؟ آنچرا که لازم است توضیح می دهم، اما یک ترس دارم و آن این که در فارسی لغتی نیست که عدد قرض خود را با آن به شما بفهمانم. می دانید چقدر قرض داریم؟ تقریبا 120,000 کرور تومان. ما همصدا گشتیم و گفتیم: الله الله، ما شاء الله، چه مبلغ کمی. ایلچی: این عددی که تو میگویی در مخیله بشر نمی گنجد، چه جا که پول شود و به صندوقهای طلبکاران رود. اول که عرض کردم ما از پشت کوه نیامده ایم و سرکار اعتراض کردید برای این بود که دروغی به ما نگویی. آن هم که گفتی علاوه بر دروغ یک چیز بد فرمودید. از قرار معلوم شما باید صاحب پولهای دنیا بشوید تا بتوانید قرض خود را ادا نمایید. مهماندار: خیر، دروغ عرض نکردم. بیایید عرض سابق. میگویم که اگر تمام ذخایری را که نادرشاه از هند آورد با تمام ثروت صفویه خونخوار و شاه حالیه شما به حساب آوریم، نیمی از قرض ما نخواهد شد. چندان ما در پرداخت آن مصر نیستیم. این قضیه را جز یک بدبختی نمیتوان نام دیگری نهاد. اما اگر خیال دادن داشتیم، مثل شما پول زیر زمین نموده و به سختی میگذراندیم. البته داشتن پول خوب است، اما ما مثل شما کسی را برای حفظ آن نمیخواهیم. ایلچی به محمد بیک رو نموده گفت: من که نمی فهمم چه می گوید. تا می توانند از سنگینی بار خود سخن می رانند، تازه دلشاد هم هستند. هیچ خر یا قاطر یا شتر از اضافه شدن بارش خرسند نیست. پس به مهماندار رو نموده گفت: تصور می کنم شما از این قاعده طبیعی مستثنا باشید. پس دامنه ریش را گرفته لا اله الا الله گویان می گفت: 120,000 کرور تومان. چون مهماندار بیرون رفت، دور هم گرد آمده هر یک از روی تعجب چیزی می گفتی. محمد بیک گفت: این مرد باید دروغ گفته باشد، و الا اینقدر پول در مخیله چه کسی می گنجد؟ اگر تمام افسانه های دنیا را راست پنداریم، این افسانه تنها دروغ است.
فتلی خان ملک و شعرا با آن ید بیزا که در دروغ گفتن می کند اینقدر دروغ را به خواب نخواهد دید. پدر سوخته ها در تملق از شعرهای ما گذشتند. من فرنگیان خیلی با ما فرق دارد. برخی مطالب را می توان قبول کرد، اما بعضی دیگر در گوش قبول فرو نمی روند. مثلا اگر کسی بگوید خانه ای به بزرگی کوه دماوند دارم، کی از او قبول می کند؟ بالاترین مبلغی که به گوشمان خورده از 50 تا 100 کرور است. دیگر از این مقدار بالاتر هم به گوشمان نخورده هم نمی توانیم باور کنیم. ایلچی: راست می گویی. این مطلب را نمی توان تقدیم خاک پای شاهنشاه نمود. هرچه تا حالا گفته ایم برای معروف شدن ما به دروغ کافی بوده است. حالا آنطوری که شایست در ایران شهرتی به دروغگویی حاصل کرده ایم. اگر موضوع قرض را هم بر آن بیفزاییم دیگر باور نمی کنند و ممکن است قصه کشتی و توپ ها را نیز دروغ پندارند. اول باید دید که در چه عقیده ای هستید آن وقت حرف زد. از همه اینها گذشته سرمان را که بیش از مال و ثروت و قرض هنگفته، اگر مهماندار راست گفته باشد، این مملکت دوست داریم. پس از دیوان خانه بیرون آمده تمام گفت و شنودها در دفتر روزانه خود نگاشتم. گفتار 121م ولوپیج و توپخانه آن یاران حاجی بابا. گاهگاهی مهماندار ایلچی را برای بازدید قسمت‌های مختلف شهر می‌برد. اگرچه ایلچی همیشه یکی دو نفر همراه داشت، من به این فیض نائل نمی‌گشتم. یک روز برای نهار مهمان ولیعهد انگلیس بود که می گفت آنچه را که از تجمل دیدم شبیه به شکوه دربار شاه عباس کبیر بود. پس از مهمانی در منزل ولیعهد به منزل شاهزادگان نیز دعوت شده و نهار در منزل همه اشراف خورده بودم، اما من بیچاره از این سعادت ها بر کنار بودم. آنطوری که وانمود می کرد قضایا را فراموش کرده بود. من به لطف و مرحمت او امیدوار گشته و ستاره خود را در اوج رفعت می یافتم. اما از شما چه پوشیده که لنگه های کفش گرازان را از یادم برد. چون دیدم ایلچی از در مهربانی با من در آمده است، مصمم گشتم که باز پا را به سوی خانه گرازان گشایم. می‌خواستم به هر وسیله است با ثروت آنها یک دلگرمی برای خود فراهم آورم و از نور دخترانشان چراغی هادی در زندگانی خود داشته باشم. از قضا روزی ایلچی مرا گفت که امروز به همراه من بیا. این محل موسوم به ولوپیج بود. همین که به آنجا نزدیک شدیم صاحب منصبان ارشد به ملاقات ما شتافتند. پریشب وقتی به آنجا رفتیم و عده توپ‌ها را دیدیم، نزدیک بود عقل از سرم فرار کند. با این توپ‌های بزرگ و کوچک می‌شد راه بین تهران و تبریز را فرش نماییم. این مطلب در صورتی است که توپ‌ها را ارزان پهلوی هم قرار دهیم. اگر آنها را به طول قرار دهیم، خدا می‌داند چه خواهد شد و به کجا خواهد انجامید. شاید از قبر پدر و مادر همه خانواده تزار پدر سوخته هم بگذرد. میرزا فیروز گفت با این همه توپ شما از بدبختی این ملت می نالید. با این توپ ها خوب از عهده ادای قرض برمی آیید، زیرا هر کس ادعای طلبی کرد او را به اسفل سافرین بفرستید. پس به من رو کرده گفت عمو برو دیگر راجع به ویران شدن انگلستان چیزی نگوی. دوستی با چنین ملتی برای ما غنیمت است. اگر ترکمنها با ازبکها یعنی روسها بدانند که فتلی شاه دوست شاهی است که 10,000 توپ و 10,000,000 گلوله دارد،
سگ کی باشند که جرأت روبرو شدن با او را داشته باشند. هنوز درباره یک چیز حیران بودیم که قضیه دیگری اتفاق می افتاد. خلاصه مجبور بودیم همیشه انگشت حیرت را بر لب داشته باشیم. اسرار و معماها آن روز برای ما حل گشت. ساختن توپ برای ما مثل شکستن قند آسان بود. آهن مایع را که در جویی روان است به هر قالبی که بریزند همان می شود. با همین مایع توپ گلوله و میخ هم می سازد. میرزا می گفت نوشتن این چیزها فایده‌ای ندارد، زیرا به فرض خوردن قسم هم نمی توان ایرانیان را قانع نمود که ما راست می گوییم. در میان صاحب منصبانی که ما را به نقاط مختلف راهبری می کردند بیریش جوانی بود که زیاد به من می چسبید و هرچه که در راهمان می آمد به من نشان می داد. چون خوب در قیافه او دقیق شدم دانستم یکی از گرازان است، پس از در مهربانی با او در آمدم. اما زیر چشمی آقایم را می پاییدم که چیزی نفهمد و رسوایم نماید. چون از پدر و مادرش پرسیدم گفت چشم به راه هم که اینجا بیایند و از شنیدن این خبر خیلی خشمگین شدم، زیرا می ترسیدم مادر گراز مرا شاهزاده نامد و ایلچی باز به یاد گذشته افتد. خدایا وسیله ای ساز که در پیش آنها آبرویم ریخته نشود. ایلچی خیلی سرخوش بود، زیرا کذب آنچه را که راجع به انگلیسیان شنیده بودیم بر ما معلوم شد. من چون موقع را مناسب دیدم خدمت او رفته، پس از کرنش بسیار صاحب منصب جوان را پیش او آورده معرفی کردم و گفتم اگر میخواهی پدر آنهایی را که بی سبب شاهزاده ام میخوانند به سوزانی، بسم الله، این یکی از آنهاست. ایلچی: حاجی این چه حرفی است که میزنی؟ گذشته گذشته است و از آن یاد نباید کرد. حاجی: آخر آقا این مردم از عادات ما چیزی نمیدانند، هر چه من بگویم به گوش آنها فرو نمیرود. اگر بگویم والله بالله من شاهزاده نیستم قبول نمیکنند. تو خودت میدانی که من پسر کربلایی حسن دلاک اصفهانی هستم. خودم هم انکاری ندارم، اما اگر میتوانی به این پدر سوخته ها بگو که مرا شاهزاده ننامند تا لنگ کفش نخورم. ایلچی: برو دیگر از این سخنان چیزی نگوی. در این موقع وارد اتاقی شدیم که میزی را از تنقلات انباشته و خانمهای قشنگ خوش لباس به انتظار ما نشسته بودند. حالا فهمیدم در انگلستان کاری خالی از وجود زن نیست. هنوز دمی در این اتاق نیاسوده و دست به شیرینی نبرده بودم که خانم گراز با دخترانش یک سره پیش من آمده گفت فلانی اکنون موقع آن رسیده است که ما را به ایلچی معرفی نمایی. چون ایلچی را سرخوش دیده بودم خواسته آنها را اجابت نموده اشاره نموده به ایلچی با زبان فارسی گفتم اینها همان حیوانات حرام گوشت یعنی گرازانند که دوستی آنها با خوردن لنگ کفش همراه بود. تو را به جان بچت به آنها چیزی گوی و روح مرا از عذاب آزاد ساز. ایلچی با کمال خوشرویی خواسته مرا اجابت نموده تبسم کنان به آنها به زبان انگلیسی گفت خانم شاهزاده می‌فرماید شما یکی از دوستان با وفای او هستی. شاهزاده خیلی آدم نازنینی هست. او تمام گرازها مخصوصاً شما را دوست دارد. آنچه را که ایلچی با ریشخند گفته بود گرازها حقیقت پنداشتند و خانم گراز چندین بار زانو را خم نموده جلوی ایلچی تعظیم کرد. مانند کسی که الکن شده باشد نمیتوانست سخن گوید، زیرا چندین مرتبه گفت بلی حضرت اشرف، آری حضرت اشرف،
حضرت اشرف، هی حضرت اشرف. این اضطراب باعث شادی من گشت، زیرا هر چیز و هر کس را فراموش کرده بود. پیرزن به حال آمده میخواست چیزی گوید که ایلچی بسی خوبروی را دیده گفت: ما شاء الله، شاهزاده خیلی با سلیقه است، زیرا پریروخانی را برای خود پیدا میکند. خانم گراز به سخن آمده گفت: لطف دارید، بسی من بسیار زیباست، ماری هم دختر خوبی است، زیرا خیلی دلش به حال عموم می سوزد. ایلچی رو به من نموده به فارسی گفت: خدا شر این حیوانات حرامگوشت را از سر ما کم کناد. پس برای اینکه خود را از آنها رها سازد، به مادری که دخترش را برای معرفی پیش ایلچی آورده بود رو کرد. سخنان ایلچی بیشتر بر قدر و منزلتم افزود. حالا که دیدند ما فوقم مرا شاهزاده می نامد و دیدند که آنها را معرفی نمودم، شادمان شده بیشتر از در دوستی در آمدند. من نیز دلشاد بودم که با این حقه‌بازی کار بسیار مشکلی را آسان نمودم. آری، این کار باعث شد که باز آفتاب سعادت بر افق تیره بختم بتابد. پس چون میدان در پیش روی دیدم، خواستم گویی بزنم. پس اول کاری که کردم، نارنجی به بسی ماه رخسار تقدیم نمودم. یکی دو بار سر را به بناگوش او نزدیک ساختم و آه کشیدم. دامن عبای خود را به دامن پاچینش مالیدم. خلاصه آنچه را که نشانه عشق بازی بود کردم تا مگر او را به دام اندازم. اما چون می دانستم انگلیسیان در هر چیز با ما فرق دارند، تصمیم گرفتم که درسی از عشق پیش یکی از جوانان خوانم تا مگر بر دلبر غالب آیم. آنچه را که در اینجا انجام دادم به درد ایران میخورد و این تخم جز در آنجا ثمری نمیدهد. پس تصمیم گرفتم هر کار را اول بیازمایم، پس عمل نمایم تا آبرویم ریخته نگردد. به اطراف نگریستم تا مگر کسی را در حال عشق بازی ببینم و او را سرمشق خود قرار دهم. چون چشمان به همه سوی تیز نمودم، دیدم دوست جوانم، یعنی برادر معشوقم که در کنار ایلچی نشسته است، مشغول لاسی است که پس از دقت بسیار در قیافه او معلومم شد که چشم منبع عشق بازی است. با خود گفتم: هان هان، نظربازی را ما نیکو می دانیم. کیست که در این هنر از ما پیش افتد؟ مگر حافظ شیرازی نگفته است که در نظربازی ما بی خبران حیرانند؟ هیچ عشقی بدون نظربازی و چشمک زدن صورت نمی گیرد. کمربند گرفتن و دستکش دادن نیز علامت دیگری به نظرم آمد. با خود اندیشیدم که یارو، دیگر این کار پیش تو تازه است. چشمان بگشا تا نیکو دریابی. همین که آن جوان چنین کاری نمود، دیدم آن زن سرخ شد. با خود گفتم: خدایا، می توانم من محبوبه را از شرمساری و حیا سرخ نمایم؟ چون باز نگریستم، دیدم آن جوان نیز سرخ شده است. افسوس که من باید ریش را ببرم، زیرا با این ریش انبوه قرمزی صورتم هویدا نمی‌گردد. در همین وقت ایلچی در جلوی میز نشست و دو زن پیر و گنده را که گویا زنان بزرگان بودند طرفین او نشاندند. اما ایلچی به هیچ یک از آن تاپوها نمی‌نگریست. تاپو به معنای خمره، کنایه از خپله و گرد و کوتاه قد. ادامه متن. بلکه دختر جوانی را نگریسته و دستمال حرکت داد که تو در پیش من بیا. پیر زنان معلوم شد که خیلی بدشان آمده است. معلوم شد که نه تنها پیر زنان بدشان آمده، بلکه دختران و زنان جوان نیز اوقاتشان تلخ شد. یکی از خانمهای جوان با غضب گفت: عجب، عجب. دیگری گفت: خیلی بی تربیت است.
یکی از صاحب منصبان، آن که بینیش چون قبایش قرمز و مویش چون شلوارش سفید بود، گفت دستمال اندازی این است. من گفتم انداختن چه؟ صاحب منصب گفت اگر یکی از همشهریان شما خانمی را دوست دارد، دستمال سوی او پرتاب می کند، این طور نیست؟ حاجی: تا جایی که من می دانم این مطلب ممکن نیست، زیرا ما اصلا دستمال نداریم و اگر دستمال به کار بریم فقط برای پاک کردن دست پس از خوردن غذاست. هر وقت هم به سفر رویم پلو را در آن می پیچیم. آن صاحب منصب معذرت خواست. معلوم بود که از آنچه شنیده است در شگفت رفته و آنچه را که گفته بودم به نزدیک دستی خود گفته. هر دوی آنها آن وقت از روی تعجب دستها را بلند نمودند. همین که ایلچی از کنار میز برخاست، خانم جوانی را که در کنارش بود آزاد ساخت. خود آن خانم معلوم بود که از وضعیت خود راضی نبود است، اما مادرش سر را به آسمان هفتم نمود، زیرا می دید ایلچی دخترش را از میان تمام برگزیده است. یکی از دراویش گفته است میل دارم عریان و نتراشیده باشم، میل دارم که ریشه درختان را خورده بر سنگ ریزه ها بخوابم، اما فکر به همراه داشته باشم. انگلیسیان نیز مانند آن درویشند، زیرا تشخص و جالب القلوب بودن را بیش از هر چیز دوست دارند. گرازان نیز حاضر بودند همه مال خود برای این دو خواسته صرف نمایند. ماری آنها یکی از شهدای عیسویت می شد. بسی پا را در کفشش چنان می گذار. جسی هم میل داشت در میان کتاب دفن شود و مادر آنها میل داشت که از گوشت یکی از بیگمها بخورد. من در اندیشه بودم که به شهر بازگردم و جز معرفی به نام شاهزاده شدن کاری نکرده بودم، زیرا از ربودن دل آن صنم انگلیسی ناامید گشتم و امیدی به مهر و وفای او نداشتم.